دوستان من سلام امیدوارم حالت خوب باشه تو این ویدیو میخوایم راجع به شل کننده عضلات خونگی با هم دیگه صحبت کنیم ببینید بچه‌ها یکی از دغدغه هایی که, که اکثرتون دارید گرفتگی عضلاته گرفتگی عضلات عوامل مختلفی داره خب که معمولا اسپاسم های عضلاتی خیلی وقتا با بحث کمپرس آب سرد یا گرم قابل حل هستش اما یه وقتایی هستش که با ساده ترمین مسائل مثل آب کمپرس آب سرد یا گرم قابل حل نیست که میخوام بهتون بگم که اگر که این اتفاق افتاد برای این گرفتگی باید چیکار کار کنید اول از همه در های بابونه زنجبی ننا توی برنامه غذاییتون قرار بدید مخلوط زردچوبه با اصل و آب میتونه خیلی بهتون کمک کنه روغن کرچک گرم شده ترکیب فلفل هندی با روغن زیتون ماساژ ملایم تو ناحیه که گرفتگی اتفاق افتاده وقتی گرفتگی عضلات با کمپرس سرد و گرم رژیم غذایی متعادل و یه ورزش منظم که به طور منظم انجام بدید ورزش های کششی کاهش مصرف قهوه کاهش و ترک مصرف دخانیات اینها یه سری راحلهای موثری هستش که میتونه به می گرفتگی عضلاتتون کمک کنه و خب همونطور که بهتون گفتم چه کمپرس سردو سرد گرم اولی و راحت همین کار اول از همه قردن کمپرس یخ روی ناحیه که خیلی درد میکنه به مدت 20 دقیقه تو سه روز اول بعد از حال گرفتگی از باعث کاهش درد و تورم میشه خب و بعد از سه روز استفاده از کمپرس گرم باعث شل شدن از اولاد و افزایش جریان خونتون میشه و باعث بهبود سریعتر عضلات بدنتون میشه حالت بعدی این هستش که شما برای مقابله با اسماس و گرفتگی عضلات از یک در کنار مثلا کمپرس گرم از هموم هایی که استفاده کنید که توش نمک اسپوم و ماساژ عضلات با روغن های گیاهی داره خب که این ماساژ عضلات با روغن های گیاهی میتونه روغن طبیعی زیتون آرگان یا انواع روغن های دیگه باشه بچه ها یکی از روش های تصمیم دهنده ماساژ ملایم ناحیه هستش که کاملا درگیر هستش که این به واسطه کمپرس سرد و گرم میتونه دردتون کاملا کمتر کنه دندوشه بابون زنجبیل نعنا با خوردن شما به خاطر اینکه خاصیت ضد التهابی و آرامش بخشی داره باعث کاهش ناراحتی عضلاتیتون میشه و از طرفی هم باعث کاهش استرس میشه زنجبیل و بربونه هم با اضافه کردن یه مقدار اصل باعث تقویت در از ازولات بدنتون میشه و باعث کاهش گرفتگی ازولاتون میشه استفاده از زردچوبه و فلفل هندی به خاطر اینکه زردچوبه حاوی کومومین هستش به عنوان یک ضد به خیلی طبیعیه که کافیه که زردچوبه رو با اصل و آب با هم دیگه ترکیب کنید و برای قسمتی که حالا گرفتگی داره روی اون قسمت ماساژ بدید علاوه بر زردچوبه فلفل هندی هم داخلش کاپیسین داره که یه خاصیت ضد التهابیه و برای تسکین درد و گرفتگی عضلات خیلی خوبه مثل یه پومات میتونید ازش استفاده کنید بعدی واقعاً کرچکه که باعث کاهش اسپاسم عضلانی میشه و اگر که واقعاً کرچک رو گرمش کنید بسیار براتون مفید هستش مصرف قهوه و دخانیات خودش باعث اسپاسم های عضلانی میشه خب وقتی که اون قطعش کنید باعث بهبود گردش و خون و پیشگیری از مشکلات در اصل گرفتگی عضلات براتون اتفاق میفته مرسی از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو لایک کنید برای از نتون بفرستید هر سوالی انتقادی پیشنهادی داشتین تو قسمت کامنت از من بپرسید مرسی